و فقط از برگشتیم بریم واسه ادامه مبحثمون دیگه. تا هر جا شد دیگه تا 5 دقیقه به 4 ادامه میدم تا جایی که نفس یاری بکنه میریم جلو و ایشالله که بتونیم تمومش بکنیم. تا همین الانم 10 نمره رو کامل به صورت کامل کامل گفتیم، بریم واسه 5 نمره دی. بریم برای ادامه موضوعمون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم واسه وارد فصل پنجم بشیم دیگه. فصل پنجم عملا شل میشه قضیه. تو کانال هم فصل 8 هست، الان بعد از کلاس دوباره میفرستمش ببینیم. فصل 8 هست، فصل 7 هست، همش هست. خب آقا نگاه کن، توی فصل 5 میخوایم درباره چگونه از گلوکوز بتونیم ATP بسازیم صحبت بکنیم و ببینیم که آقا چطوری این کار شامل و انجام میشود. اول میام درباره تامین انرژی صحبت میکنم. استاد اون تایم گفتین هستین تا تموم شه، ما یادمون نرفته، برو که بریم تا فصل آخر. اوکی، تا جایی که بتونم میرم جلو دیگه، چون باز بعدش هم کار داریم. من سعی میکنم تا جایی بتونم الان سرعتی قدرتی برم جلو، هر چقدرش هم باقی موند کانال گذاشتم، نگران نباشید. خب بریم آقا، بسم الله الرحمن الرحیم. تنفس سلولی. آقا نگاه کن، چرا اکسیژن میخواستیم؟ اولا اینجا یادتون باشه، به خاطر تنفس سلولی، زیرا در این فرایند ATP تولید میشود. مثلا انرژی ذخیره شده در گلوکوز در تنفس سلولی برای تشکیل مولکول ATP به کار میره. یعنی ما باید بیایم انرژی که توی گلوکوز هست ازش بگیریم ببریم بذاریم توی ATP ذخیره کنیم. ممکنه میگم واکنش تنفس سلولی رو بنویسی، میگه 3-6-8-12-6 گلوکوز به علاوه O2 به علاوه ADP به علاوه فسفات میده CO2-H2 و ATP. به این واکنش میگن تنفس یاخته هوازی، چون داریم تو اکسیژن مصرف میکنیم. تو گفتار سومش میایم میخوریم که آقا جون میتونیم از اکسیژن مصرف نکنیم و به صورت تخمیری باشه. اما ATP رو میگه مولکول پر انرژی. اگه یادتون باشه آقا جون، این اولش میاد میگه هیچ جانداری نمیتونه بدون انرژی زنده بمونه و رشد و فعالیت کنه. حفظ یکی از ویژگی جانداران نیازمند در اختیار داشتن ATP. پس همه جاندارا ATP دارن. قند ATP ریبوز 1 یا 2 یا 3 تا گروه فسفات داره، یه باز آدنین داره که 2 حلقه‌ایه. از اینجا برای اینکه فسفات بخواد به ADP بچسبه ما نیازمند آنزیم هستیم، نیازمند مصرف انرژی هستیم. انرژی شاید مواد مغذی تامین میکنه و از اون ور چون که پیوند اشتراکی داری تشکیل میدی، مولکول آب هم تشکیل میشه. حالا اگه بیام ATP فسفات رو جدا بکنیم انرژی ول میده و از اون ور آب هم باید مصرف بکنیم. خب اما بریم در ادامه موضوع. روش های ساخته شدن ATP به 3 روش، یا در سطح پیشماده است، یا به روش اکسایشیه، یا هم که به روش نوریه که تو فصل 6 میخونیم. اما روش ساخته شدن ATP میگه دیدیم که برای ساخته شدن ATP به فسفات نیاز داریم. یکی از روش‌های ساخته شدن ATP برداشت شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار دیگره. اگر ما بیایم از یک ترکیب فسفات دار فسفات رو بکنیم، عملا میگیم ATP مون در سطح پیشماده ساخته شده. مثلا اینجا نگاه کن، توی مایچای آنزیمی داشتیم که میومد چیکار میکرد؟ میومد از آدنوزین دی فسفات و کراتین فسفات رو میذاشت کنار هم، فسفات کراتین فسفات رو میکن میچسبوندش به ATP که میشد ATP. چون ما داریم فسفات رو از یک گروه فسفات دار دیگر میکنیم، بهش میگن در سطح پیش ماده. روش ساخته شدن اکسایشی وابسته به چیه؟ با استفاده از ADP و یون فسفات و انرژی که واسه این کار نیاز داریم حاصل از انتقال الکترون‌ها در راکیز است. پر روش اکسایشی وابسته به انتقال الکترون یا زنجیره انتقال الکترونه. و ساخته شدن ATP نوری واسه کسایی که چی دارن؟ سبز دیسه دارن. پس این 3 تا روش یادت باشه. اما اولین فرآیند زیستن با اکسیژن. یادت باشه اولین قدم چه تو تنفس هوازی و چه تو تنفس بی هوازی واکنش قند کاف هستش، که واکنش قند کاف عملا در کجا انجام می شود؟ در سیتوپلاسم انجام می شود. در سیتوپلاسم انجام می شود. الان اعصاب نوسوده و سبو ندارم. در کجا؟ در کجا انجام می شود پس؟ در میتوکندری، نه تو سیتوپلاسم انجام میشه و نیازمند مصرف اکسیژن هم نیست. سه هم درست نمی کنه. ببینیم چی میشه. اومدیم گفتیم گلوکوز شروع میکنه مصرف شدن، تو گام 1ش 2 تا ATP میشن ADP، فسفاتاش ول نمیشه، تبدیل میشه فروکتوز 2-فسفاته. تو گام 2 فروکتوز 2-فسفاته وسط نصف میشه، 2 تا قند فسفاته میده. هر قند فسفاتمون یه دونه فسفات آزاد میگیره و یه دونه از مولکول هایی که بهش میگفتن پذیرنده الکترون، که مثلا NAD مثبته، که من میدونم NAD مثبت میاد وقتی الکترون میگیره کاهش پیدا میکنه به NAD هاش و عملا 2 تا الکترون توش ذخیره میشه. این میشه این میشه پذیرنده الکترون، این NAD هاش هم میشه حامل. حالا اگه NAD هاش بخواد الکترونشو ول بده، عملا میاد اکسایش از دست میده و من میدونم که آقا NAD هاش عملا NAD مثبت من تو ساختار خودش 2 تا باز عالی نیتروژن دار داره که میشه 2 تا نوکلئوتید آدنین دار داره. پس یاد باشه ساختار نوکلئوتید داره. اونجا میاد NAD مثبت الکترون از قند فسفات میگیره، تبدیل میشه به NAD هاش. قند فسفات
مثبت هم میاد اکسایش پیدا میکنه، NADH مثبت هم میاد کاهش پیدا میکنه، تبدیل میشه به اسید دو فسفاته. اسید دو فسفاته میاد دو تا فسفاتش رو از دست میده، میده به ADP و در نهایت هر طرف دو تا ATP میسازه. دو تا ATP من اول مصرف کردم، 4 تا ATP آخر ساختم و این موادی که به من میده میشه پیروات یا بنیان پیرویک اسید که خاصیت اسیدی داره. پس از اون اول گلوکوز دو تا ATP گرفت، دو تا ADP ولاد شد فروکتوز فسفات، وسط نصف شد قند فسفاته، یه فسفات گرفت NADH مثبت شد NADH شد اسید دو فسفاته، فسفاتش از دست داد شد ATP و پیروات رو به ما تحویل داد. حالا از اونجا این پایین اینجا که بچه ها داره فسفات از یه کسی کنده میشه به این ADP میرسه، عملا ساخته شدن ATP در مسیر قند کافت من به چه روشیه؟ چون که داری از یه ماده دیگه فسفات رو میگیری میشه در سطح پیش ماده. این سوال فردا هم انشالله خواهد بود، پس میشه در سطح چی؟ پیش ماده. اما بریم پایین تر. آقا حالا از اینجا چون تنفس حوازیه میخوایم بریم تو راکیزه. اگر دقت کنیم مرحله دیگه تنفس یاخته حوازی توی یوکاریوتا بعد بره توی راکیزه انجام بشه. بعد ببینیم چیکار میکنه. راکیزه دو تا غشا داره. غشای بیرونیش صافه، غشای درونیش چین خورده است. توی بسترش یه عالمه هاش مثبت دارم، ماده زمینه‌ای دارم، ریبوزوم دارم، دنای حلقوی چندین تا دارم و یه عالمه انواع آنزیم دارم. یه سری از پروتئینام ژناش تو این دنای حلقوی نیست، تو دنای هسته بود که میومد از بیرون پروتئین توی میتوکندری من. و حالا میخوایم در صفحه بعدی بیایم چی بگیم. میگیم اکسایش پیروات. حالا پیروات های من با چه روشی میان توی میتوکندری؟ به وسیله انتقال فعال. پس پیروات از توی سیتوپلاست چطور میره توی میتوکندری؟ به روش انتقال فعال. پیروات هم چی میشه؟ در گام اول پیروات یه دونه CO2 از دست میده، یه کربن جدا. مگه میتوکندری یه دونه دنان؟ نه بابا، یه عالمه است که شکل نشون داده. پیروات آقا یه دونه CO2 از دست میده میشه دو کربونه، یه دونه NADH مثبت میشه NADH. پس عملا از پیروات داری الکترون میگیری، پس میشه چی؟ عمل اکسایشش میدی، میشه استیل. تو گام بعدی به این استیل هم کوانزیم آ میچسبه، میشه استیل کوانزیم آ، که چون کوانزیم آ یه ماده عالی هستش قطعا استیل کوانزیم آ بیشتر از دو تا کربن داره دیگه. اینم از این. حالا میریم برای چرخه کرپس. آقا نگاه کن، اکسایش بیشتر. مولکول گلوکوز در تنفس حوازی باید، این خط اولش مهمه، مولکول گلوکوز در تنفس حوازی باید تا حد تشکیل چی تجزیه بشه؟ مولکول CO2 تجزیه بشه. حالا میخوام ببینیم چطوری تا سر حد تشکیل مولکول CO2 من میتونه بره جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول چرخه کرپس. نگاه کن ما تو چرخه کرپس چیکار میکنیم؟ یه مولکول چهارکربن محل انجام تو میتوکندری نیازمند مصرف اکسیژن هست. اکسایش پیروات هم اکسیژن میخواست، توی میتوکندری بود. تو چرخه کرپس یه 4 کربنی دارم، استیل کوانزیم ها میاد تو بازی، کوانزیم هاش جدا میشه، این دو کربنی استیل میچسبه میشه 6 کربنه. یه گام CO2 از دست میده میشه 5 کربنه، یه گام دیگه CO2 از دست میده میشه 4 کربنه. این 4 کربن هم طی مراحل چون چرخه است دوباره میشه مولکول 4 کربنه اولیه. نکته ای که داره تو این واکنشی که دارم اینجا میبینم، علاوه بر این که حالا CO2 درست میشه، NADH هاش FADH2 و ATP هم تو محل های متفاوتی تولید میشه، تو محلهای متفاوتی. نکته ای که داره FADH2 هم یه ترکیب نوکلئوتید داره مثل NADH حامله. FAD به علاوه دو تا هاش به علاوه دو تا الکترون میشه FADH2. پس اینم یه حامل چیه؟ الکترون. FAD به FADH2 کاهش پیدا میکنه. FADH2 میشه چی؟ بعدش آخرش چطوری 4 تا CO2 میشه؟ نگاه کن عزیز دل، از اینجایی که هر وقتی که یه دونه گلوکوز میشه دو تا پیروات میشه دو تا استیل کوانزیم، یعنی دو بار چرخه کرپس. وقتی تو هر چرخه دو تا میدی، یه دونه گلوکوز دو بار چرخه کرپس 4 تا CO2. و سلام علیکم. به این ترتیب با انجام قند کافت، اکسایش پیروات و چرخه کرپس، مولکول گلوکوز تا تشکیل مولکول CO2 تجزیه میشه. پس آقا با چه روشی؟ قند کافت، اکسایش پیروات، چرخه کرپس. انرژی حاصل از تجزیه گلوکوز صرف ساخته شدن ATP و مولکولای حامل الکترونه، که الکترون هم یه جور انرژی. از اول 4 کربن بمون، از اول 4 کربن بمون، نه بابا لازمش داره، این موادش اسکوزای نکرده امیر. نکته ای که داریم تشکیل ATP بیشتر. آقا ما الان ATP زیادی نساختیم، اگه بخوایم ATP بیشتر بسازیم بعد اون انرژی های مولکول موجود در مولکول حامل الکترون رو بیاریم تو بازی. میگه بر اساس رابطه کلی تنفس سلولی میدونیم در این فرآیند آب تشکیل میشه. اما آب چطوری تشکیل میشه؟ میگه پاسخ در زنجیره انتقال الکترون. زنجیره انتقال الکترون تو قشای بیرونی یا درونی؟ تو قشای درونی که چین خورده بود. ببین زنجیره انتقال الکترون، این زنجیره از مولکولای تشکیل شده که در قشای درونی راکیز است و میتونه الکترون بگیره یا دست بده. میگه در این زنجیره میبینید که الکترون ها در نهایت به اکسیژن مولکولی میرسن، اکسیژن با گرفتن الکترون به ایون اکسید تبدیل میشه. حالا بیام اینجا، آقا این یه زنجیره انتقال الکترون داره نشون میده،
مولکول اولیه پمپ میاد حاشیه مثبت از بستره پیچش رو زیاد میکنه، پمپش میکنه با انتقال فعال به فضای بین دو غشا، یعنی غلظت حاشیه مثبت تو فضای بین دو غشا میبره بالا، پیچش رو میاره پایین. بعد اولی از انعادهاش استفاده میکنه، الکتروناشو میده به این مولکول کوچولو، دومین پمپ نیستش، اف ای دی اچ 2 رو میگه، الکترونا از اینجا مشترک میشن، پمپ کوچولو پمپ، و در آخر الکترونا میرسه به اکسیژن مولکولی، نه اتم اکسیژن، و اکسیژن مولکولی رو توی میتوکندری تبدیل میکنه به یون اکسید، که نیو اکسید میشه چی؟ او دو منفی. اون تو هم پر هاش مثبته، این او دو منفی با این هاشه مثبت هم جمع میشن میشن مولکول آب. پس دیدی مولکول آب رو تشکیل داد. اما کو ای تی پیش از اینجا تنها راه برگشت هاشه مثبت در جهتش به غلظت از فضای بین دو غشا به خود درون فضای درونی میتوکندری یک آنزیم غشاییه که جزء زنجیره نیست، بهش میگه آنزیم ای تی پی ساز. این هاشه مثبت که میاد از تو این رد میشه مثل روتور اینو میچرخونه، انرژی درست میکنه که ADP رو با فسفات آزاد ترکیب کنه. اگر از فسفات آزاد و ADP استفاده میکردن میشد به روش اکسایشی، و ATP در درون میتوکندری به روش اکسایشی ساخته میشود. پس آقا تنها راه برگشت، نگاه کن، تنها راه پیش رو، تنها راه برگشت پروتون به فضای درون میتوکندری آنزیم چیه؟ ATP سازه، که ما میام اینجا میبینیم. توضیح دهید چرا ساخته شدن ATP در زنجیره انتقال الکترون نو ساخته شدن اکسایشه؟ چون دارن فسفات آزاد رو میام میچسبونن به ADP و از انرژی الکترون ها استفاده کردم، در هر صورت بهش میگنه. میگه با توجه به نقش غشای درونی چین خورده بودن چه ارزشی داره؟ فضای بیشتری برای به وجود آمدن تعداد بیشتری زنجیره انتقال الکترون برای ما به وجود آورده. اما تنفس سلولی و کلیتش اینجا گفته قندکاف، من میبینم آقا انعاده هاش هم میتونه از سیتوپلاس بیاد داخل میتوکندری مصرف بشه، و الاخر همه توضیحاتشو دادیم. در تنفس یاخته چه چیزهایی درست میشه؟ کربون دی اکسید، ATP، اناده هاش و FADH2 و آب. این چیزها میتونه تنفس یاخته ما بیا تولید بشود. بعد این تصویر میخواد که هیچی. اما تنفس یاخته تولید اقتصادی کلا نگاه کن، اندازه‌گیری ها نشون میده که در بهترین شرایط از یه دونه گلوکوز حد اکثر چند تا ATP تو یاخته یوکاریوتی ساخته میشه؟ 30 تا، که تو پروکاریوت بیشتر مهم نیستش. آقا اما تولید ATP چطوری بالانس میشه؟ اگه ATP زیاد باشه ADP کم باشه، آنزیم های درگیر در چرخه کرپس و درگیر در قندکاف مهار میشن. اگر ADP زیاد بشه ATP کم بشه، یعنی باید ATP بسازیم، اینا بیشتر کار میکنن. میگه یاخته بدن ما به طور معمول از چی استفاده میکنه؟ گلوکوز و ذخیره قندی کبد، که اون گلیکوژنه، که اونم چی؟ مجموعه از چیا بود؟ گلوکوزا بود. اگر اینا نباشه میره سراغ تجزیه و چربی و پروتئین، چون چربی و پروتئین تجزیه میکنه، ممکن سیستم دفاعیمون که پروتئین میخواد، چربی که ایمنه، از بین بره، ممکنه که در طولانی مدت حتی باعث مرگ بشه. و چه چیزهایی ممکنه باعث این بشه؟ سوء تغذیه و فقر غذایی شدید، و به دلیل متفاوت بودن طرحهای غذایی. از اینجا میگه شاید دیده باشید در دانه‌های خشک و بدون آب مثل نخود و لوبیا، حشرات و لالوانا رشد و نمو میکنه. با توجه به اینکه این دانه‌ها خشکن و تقریبا آبی ندارن، آب مورد نیاز این جانوران چگونه تامین میشه؟ همون تولید آب تو زنجیره داخلی توی بخش درونی میتوکندری من. اما گفتار 3ش، آخرین گفتارش، میاد درباره تخمیر صحبت میکنه. نکته اول، تخمیر چه زمانی رخ میداد؟ زمانی که اکسیژن کم است یا نیست، میاد تخمیر رخ میده. آقا توی تنفس هوازی گیرنده نهایی الکترون اکسیژن مولکولی بود، اما تو تخمیرها دیگه اینطوری نیستش. دو نوع تخمیر داریم استاد، یعنی اگه یکی کلا فسفور بخوره احتمال مرگ داره 100%. میگه تخمیر، یه تخمیر الکلی دارم، یه تخمیر لاکتیکی دارم، که هر دوتاش تو صنعت غذایی لازمه. تخمیر الکلی و لاکتیکی مثل تنفس هوازی قندکاف شروع میشه، یعنی من کلا گفتم چه هوازی چه بی هوازی با قندکاف شروع میشه، و پیرواد ایجاد میکنه. در قندکاف دیدیم که تشکیل پیرواد قند فسفات همراه با ایجاد اناده هاشه. حالا بیا پایین، آقا تخمیر الکلی برای چی استفاده میشه؟ ورآمدن خمیر نان. میگم آقا جون اگه نگاه کنی، گلوکوز من میاد تا تبدیل پیروات، محل انجام خدمتتون عرض کنم که تخمیرها توی سیتوپلاسمه، و نکته‌ای که داره ما واسه اینکه بتونیم تداوم بدیم نیازمند اناده مثبته. پس عملا تو تخمیر الکلی من اول پیروات تو گام ایگ CO2 تو سیتوپلاسم دست میده، میشه اتانال. اتانال میاد الکترون‌های اناده‌هاشو میگیره. پس تو تخمیر الکلی پذیرنده نهایی الکل کیه؟ اتانال من، و تبدیل میشه به اتانول که ماده اعتیادآورم هست دیگه، همون الکله. نکته بعدی که دارم اینجا الکترون‌ها رو پس اتانال گرفت. اما دو صفحه بعدی اگر بخوام بیام نگاه کنم، تخمیر لاکتیکی تو مایچه ها رخ میده، تو گیاهان هم رخ میده،
تو سلولای دیگه مثلا واسه تولید خیارشور، مثلا ترش شدن شیر، این چیزا استفاده میشه. حالا میاد میگه لاکتایک باعث درد میشه. اینجا رو اگه نگاه کنی تو تخمیر الکلی، پیروات من مستقیما میاد الکترونای NADH رو میگیره و تبدیل میشه به لاکتات سکربونه، اتانول دو کربونه، لاکتات سکربونه. از این ور دیگه اگر حواست باشه خود پیروات میاد کاهش پیدا میکنه، پذیرنده نهایی الکترون ماست و میگه علت ترش شدن شیر همین لاکتیک اسیدات. انواعی از باکتری هم تخمیر لاکتیکی انجام میدن هم الکلی که ممکنه باعث ترش شدن شیر سبب فساد غذا، اما واسه تولید فرآورده غذایی مثل شیر خوراکی، بستنی، خیارشور، این چیزا ازش استفاده میکنن. تخمیر تو گیاهان هم رخ میده، مثلا اگه تو گیاه اکسیژن کم باشه یا نباشه، چون که تخمیر رخ میده، اگر اون مواد حاصل از تخمیر یعنی لاکتیک اسید و اتانول دفع نشه باعث مرگ یاخته گیاهی میشه. اما یه سری گیاهان اصلا کلا اکسیژن براشون کمه، چه ساز و کارهای خداوند براشون گذاشته، مثلا پارانشیم هوادار در گیاهان آبزی و شوشیشه در درخت ارا. پس این دو تا مثال بذار که خدا برای اینا سیستمی تهیه کرده که بازم اکسیژن مورد نیازشون تأمین بشود و سلامت بدن. پادوکسندا، ببینیم بچه اکسنده چیه؟ اوی دو منفی، رادیکال آزاده، چون که الکترون جفت نشده داره، توانایی اینو داره که بره تبدیل وصل بشه به هر مولکولی که وجود داشته باشه. نگاه کن در حالت عادی توی زنجیره انتقال الکترون تو فضای درونی یونای اکسید هم چطوری خونسا میشه، با هاش مثبت میشد آب. اما یه زمانی ممکن تولید او دو منفی انقدر زیاد بشه سرعت تولید از مصرفش بیشتر بشه و باعث میشه تجمع پیدا کنه این رادیکال های آزاد من. و باعث چی میشه؟ میگه رادیکال های آزاد از عوامل ایجاد چی ان؟ سرطانن. میگه راکیزه برای مقابل با اثر سمی به بعد پادوکسنده وابسته است. هر ترکیب رنگی گیاهی پادوکسنده بود، مثل چی؟ کارتنوئید، مثل چی؟ نمیدونم، آنتوسیانین، اینا رنگی هن دیگه. میگه خوردن میوه و سبزیجات در حفظ سلامت نقش داره، این مواد غذایی داره پادوکسندهایی مثل کارتنوئیده. پادوکسندها در واکنش با رادیکال آزاد مانع از اثر تخریبی آنها بر مولکولای زیستی و در نتیجه تخریب بافتا میشوند. پس چی شد؟ پادوکسندها میان میچسبن به رادیکال آزاد، خنثاشون میکنن، نمیذارن دهن ما رو سرویس کنه. اما اگر تجمع پیدا بکنه رادیکال آزاد، یعنی سرعت مبارزمون کمتر از سرعت تولید باشه، او دو منفی زیاد بشه، مثلا میتونه چی بشه؟ مثلا میتونه تو همون میتوکندری حمله کنه به دنای میتوکندری، میتوکندری از بین ببره، انرژی سازی کم بشه، در نهایت بمیریم. پس یاد باشه رادیکال آزاد برای جبران کمبود الکترون به مولکولای سازنده یاخته و اجزای آن حمله میکنه. عوامل فراوانی میتونه راکیزه رو در مبارزه با رادیکال آزاد با مشکل روبرو کنه، مثل الکل یا انواعی از نقصهای ژنی که در عمل راکیزه واسه خنثی‌سازی اختلال. الکل چیکار میکنه؟ الکل میاد زنجیره انتقال الکترون رو فعالتر میکنه. میگه الکل سرعت تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن رو افزایش میده و مانع از عملکرد راکیزه در جهت کاهشش میشه. رادیکال آزاد به دی ان ای راکیزه که حلقوی حمله میکنه و باعث میشه راکیزه از بین بره. و میگیم آقا جون اختلال در کار کبد و از کار افتادن آن شایع ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلیه، که میگیم مرگی یاختای کبدی باعث چی میشه؟ باف مردگی یا نکروز. اما نقص ژنی، میگه گاه نقص در ژن‌های مربوط به پروتئین‌های زنجیره انتقال الکترون به ساختن پروتئین‌های معیوب میانجامه و راکیزه‌ای که این پروتئین‌های معیوب رو داره، من فکر میکنم و در ادامه موضوع میگه چی؟ راکیزه که این پروتئین‌های معیوب رو داشته باشه، رادیکال‌های آزاد عملا نمیتونن دیگه عملکرد مناسبی داشته باشن و نمیتونه مبارزه کنه با اون رادیکال‌های آزادمون. اول مبحث آخر توقف انتقال الکترونه. ناگهان اون قبلی‌ها یا نمیذاشتن، قبلی‌ها عواملی بودن که باعث می‌شدن که رادیکال آزاد بیشتر تولید بشه. اما توقف انتقال الکترون، نه چی نوشتیم؟ مقایسه چی با چی؟ بیشین حفظ کن، بیشین قشن اینا رو حفظ حفظ نکن تو رو خدا، حوصله داری. اما توقف انتقال الکترون، میگه مواد سمی فراوانی وجود داره. نکن سر جلسه کنکور یه دونه از این مثبت منفی ها بالا پایین یادت بیاد، سوالا رو غلط جواب بده. میگه مواد سمی فراوانی وجود داره که با مهار یک یا تعدادی از واکنش‌های تنفس هوایی سبب توقف تنفس یاختی و مرگ میشه. اولی سیانید، یکی از ترکیبات که واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون به اودور یعنی پمپ آخریه رو مهار میکنه و در نتیجه زنجیره انتقال الکترون از کار میفته، ای تی پی سازی کم میشه، میمیری. از زیست شناسی کربن مونوکسید یادمه، چون که مقدار اکسیژن خون رو کم میکنه عملا زنجیره انتقال هم از کار میفته، چون اودو کمه، الکترون خارج نمیشه به اودو، زنجیره از کار میفته. و از یک سمت
دیگه هم اثر میذاره. میگه آقا جون به شکل دیگری هم اثر میذاره. چه این گاز سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن میشه، دقیقا مثل سیانید. پس یکی اکسیژن رو کم میکنه، یکی هم میاد زنجیره رو کار میندازه. هشت رو بده بیاد برم سوالاش حل کنم. هشت رو بده بیاد بریم سوالاش حل کنم. مرسی. فصل ساده بود، چرت و پرت بود دیگه. پس ساده بود. سوال کنکورش هم معمولا ساده است. خب بریم. بریم آقا. برو بریم. گوش کن دیگه. آقا درست یا نادرستشو بریم سعی غلط کنیم. خب ساخته شدن ATP در زنجیره انتقال الکترون، در زنجیره انتقال الکترون ATP در سطح پیشماده است، خیر اکسایشی. پیروماد از طریق انتشار، نه انتقال فعال. تخمیر الکلی در تولید خیارشور، لاکتیکی. راکیزه همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم، کاملا درست. میگه راکیزه برای ساخت پروتئین امونیا در تناوب به ژن‌های هسته‌ای نیز وابسته است، از بیرون میومد. تخمیر الکلی همواره سبب فساد میشه؟ نه، تازه استفاده هم میکنن تو تولیدش، همیشه نه. اگر ATP زیاد باشه آنزیمای درگیر در قندکاه و چرخه مهار میشه دیگه، تا اونا رو مصرف کنیم. تجزیه گلوکز در قندکاه به صورت یک باره و در یک مرحله است، نه دیگه چهار مرحله داشت. میگه ورآمدن خمیر نان چه نوع تخمیریه؟ الکلی. یکی از راه های ATP در مایچه برداشت فسفات از مولکول کراتین فسفات، تخمیر الکلی و تخمیر لاکتیکی. راکیزه برای اکبر به ترکیبات پادوکسنده. اولین مرحله تنفس یاخته‌ای قندکاه به معنای چیه؟ قند کاف، تجزیه گلوکز. پیروات در راکیزه کربن دی اکسید دست میده و به چی تبدیل میشه؟ اتانول. غلط. استیل بابا تو راکیزه. پیروواد اگه تو راکیزه میمده کربن دی اکسید میشد دیگه استیل دیگه. میگه در ساخته شدن جاخالی ATP از یون فسفات انرژی حاصل، اکسایشی. در تخمیر الکلی و لاکتیکی برای تداوم قندکاف فلان ضروریه و اگر نباشه قندکاف متوقف میشه. چی؟ بازسازی اناده مثبت. بازسازی اناده مثبت، یعنی اناده مثبت نداشته باشه قندکاف از کار میفته. در زنجیره انتقال الکترون در راکیزه تنها راه برگشت چیه؟ آنزیم ATP ساز. برداشت فسفات از مولکول کراتین فسفات نمونه‌ای در سطح پیشماده، مولکول حامل الکترونی که تو قند کافته اناده هاش. در مایچه اسکلتی فلان میشه چی؟ لاکتات. طی واکنش اکبر اناده هاش به وجود میآید، چرخه کرفت تو زنجیره مصرف میشد. اکسایش اکبر در چرخه از واکنش آنزیم به نام چرخه کرفت انجام میشود. اکسایش چی؟ استیکوانزیم ها دیگه. توی چرخه کرفت ما میام از سیکوانزیم ها استفاده میکنیم. در کدام نوع تخمیر CO2 درست میشود؟ الکلی. پادوکسنده ها چیه؟ موادی هستن که میان، چرا تخته قطع شده؟ تخته وصله. میگه پادوکسنده چیه؟ پادوکسنده مولکولی بودش که میتونست بیاد در مبارزه با رادیکال آزاد اونا رو خنثی کنه. نمونه از ساخته شدن ATP در سطح پیشماده در مایچه است، نام پیشماده چیه؟ کراتین فسفات. قندکاف به چه معناست؟ تجزیه قند. در کجا؟ سیتوپلاست. در چرخه کرفت ضمن ترکیب اصلی کوانزیم مولکولی 4 کربن، کدام مولکول جدا و کدام مولکول ایجاد؟ 6 کربن ایجاد، کوانزیم جدا. در ازای تجزیه کامل گلوکز چند تا؟ 30 تا. میگه فرآیند زیر توسط کدام رادیکال فرآیند زیر توسط کدام نوع تخمیر ایجاد میشود؟ کدوم فرآیند؟ عکسشو نذاشت، حالا هر کدوم بوده دیگه. رادیکال آزاد چگونه باعث باف مردگی میشوند؟ باعث میشن که به دنای راکیزه حمله کنه، راکیزه رو از بین ببره، یاختم از بین بره. ساخته شدن نوری ATP در کدام قسمت سلوله؟ سبز دیس. پیروات با دست دادن یک کربن دی اکسید به چه مولکولی تبدیل میشود؟ تو میتوکندری. استیل. اگه تو سیتوپلاسم میگفت چی؟ اتانال. نام دو مولکول حامل الکترون که تو چرخه گرفت اناده‌اش FADH2. زنجیره انتقال الکترون در چه بخشی؟ قشای درونی چین خورده. چه عواملی در مرکز راکیزه مشکل ایجاد میکنن؟ مثلا نه، یکی نه چه عواملی؟ یکی نقص ژنی، یکی الکل، اینا میتونن هستن دیگه. مونوکسید کربن سبب توقف کدام واکنش زنجیره انتقال الکترون میرسه؟ انتقال الکترون به مولکول اکسیژن. نام مرحله مشترک بین تنفس هوازی و تخمیر چیه؟ قندکاف. ورآمدن نان الکلی. محصولات قندکاف را بنویسید. پیروات، ATP، اناده هاش، اینا رو میساخت. میگه چند مولکول CO2 به ازای انجام یک چرخه کرفس انجام میشود؟ دو تا دونه دیگه، دو تا. در زنجیره انتقال الکترون انرژی لازم برای انتقال پروتون از بخش داخلی از کجا فراهم میشه؟ از حاملین الکترون یا الکترون اناداش FADH2. اگر گلوکوز ذخیره قندی کبد نباشه چی میشکنه؟ چربی و پروتئین. سیانید چطوری باعث توقف زنجیره میشه؟ جلوی رسیدن الکترون به اکسیژن مولکولی رو میگیره. میابد دیگه. تو چی؟ تو سیانید؟ نه برعکس، کم میشه. سیانید نه، اون پایینیه. اون الکل افزایش میداد. اینا کاهشی بودن، توقف میدادن. ولی چون توقف پیدا میکنه ATP کم تولید میشه، از بین میره.
سیانید رو دوباره بگیم، رسیدن الکترون رو به اکسیژن مولکولی تو زنجیره از کار میندازه. مگه تو چرخه کرپس 4 تا CO2 به ازای یه چرخه کرپس، هر چرخه کرپس 2 تا. میگه قندکاو در کدام قسمت یاخته است؟ سیتوپلاس. طی فرآیند تبدیل پیروواد به بنیان اسیدی چه مولکولایی تشکیل میشود؟ NADH CO2. در چه مرحله FADH2 ساخته میشود؟ چرخه کرپس. در فعالیت اگر اکسیژن پیروواد به چه ماده‌ای تبدیل میشود؟ تو ماهیچه ها لاکتیک اسید. میگه کارتنوئید موجود در میوه و سبزیجات چه نقشی دارن؟ پاد اکسندن، خنثی‌سازی رادیکال آزاد. یک ترکیب که با مهار انتقال الکترون به O2 باعث توقف زنجیره میشه رو بنویسید. سیانید یا کربن مونوکسید هم میتونی. در قندکاف علاوه بر پیروواد چه مولکولای دیگری نیز تولید میشود؟ NADH دیگه چی؟ ATP. در هر چرخه کرپس چند مولکول CO2 تولید میشود؟ 2 تا. زنجیره انتقال الکترون، قشای داخلی. در چه صورتی یاخته‌های بدن برای تولید ATP به سراغ تجزیه و چریب میرن؟ زمانی که گلوکوز کم باشه یا نباشه. رادیکال آزاد چگونه باعث باف مردگی میشه؟ رادیکال های آزاد حمله به DNA میتوکندری از بین بردن سلول. طی واکنش متفاوت چرخه کرپس چه مولکول گازی آزاد CO2 و چه مولکولی بازسازی میشود؟ ATP. بازسازی. میگه طی واکنش‌های متفاوت چرخه چه مولکول گازی آزاد CO2، چه مولکولی بازسازی میشود ATP. دیگه ATP داره بازسازی میکنه. NADH FADH2 اونا ساخته میشود، بازسازی داره، کلمه بازسازی رو به کار میبره. بعد میگه در زنجیره انتقال الکترون با ورود پروتون فضای بین دو قشا تنارای پیشرویان چی؟ آنزیم ATP ساز. یاخته‌های بدن انسان به طور معمول چه منبعی برای تامین انرژی استفاده میکنن؟ گلوکوز. چرا خوردن میوه و سبزیجات؟ چون پادوکسنده دارن. برو صفحه بعدی. این چه نوع تخمیری رو داره نشون میده؟ دو مرحله ای الکلی. نام ماده مشخص شده شماره 1 اتانول. در روش ATP در سطح پیشماده مولکول پیشماده کراتین فسفات. ساخته شدن اکسایش ATP در کدام قسمت یاخته انجام می شود؟ میتوکندری زنجیره انتقال الکترون. در تنفس هوازی چه فرآیندی علاوه بر قندکاو باید انجام شود تا مولکولای گلوکوز مولکولای CO2 تجزیه شود؟ چرخه کرپس و اکسایش پیروواد. با توجه به نقش قشای درونی چین خورده بودن چه ارزشی داره؟ فضای بیشتری رو ایجاد میکنه. چگونه امکان تشکیل رادیکال آزاد اکسیژن در فرآیند تنفس هوازی وجود داره؟ با رسیدن الکترون به اکسیژن مولکولی در زنجیره درونی. میگه در زنجیره انتقال الکترون تنار آنزیم مقدار ATP تولید شده در ازای بتانی 30 تا. مرحله مشترک قندکاف. ATP در سطح پیشماده، یعنی بیایم از یک ترکیب فسفاتدار فسفات بکنیم. سیانید چطوری؟ رسیدن الکترون رو به اکسیژن مولکولی میگیره. این واکنش قندکاف سیتوپلاس. پیروواد حاصل عقل به چه روشی انتقال فعال؟ قندکاف در چه بخشی از سیتوپلاس؟ در چرخه کرپس ضمن ترکیب اکبر مولکول چند مولکول CO2 آزاد میشود؟ تو هر چرخه 2 تا. با توجه به نقش قشای درونی چین خورده گفتیم چه عواملی در مرکز را که در خوندن رگاد مشکل ایجاد میکنن؟ نقص ژنی الکل. میگه در مورد زیستن البته ناکن مشکل ایجاد میکنه، آره گفتیم. در مورد زیستن در تخمیل الکلی اتانول برای ایجاد اتانول از کدام مولکول الکترون میگیرد؟ NADH. چرا الکل لاکتیک اسید باید از یاخته گیاهی دور شوند؟ چون تجمعش باعث مرگ یاخته میشه. نام کامل ATP چیه؟ آدنوزین تری فسفات. در چرخه کرپس چگونه مولکول 6 کربونه ایجاد می شود؟ با ترکیب اسید کوانزیما و مولکول 4 کربونه. در زنجیره انتقال الکترون پروتون ها در چند مرحله از بخش های داخل فضای بین دو قشا پمپ می شوند؟ 3 مرحله. 3 تا پمپ داشتیم. در تخمیر الکلی اتانول چگونه اتانول را ایجاد می کند؟ با گرفتن الکترون از NADH. سیانید چطور باعث توقف گفتیم. اگر به هر علت سرعت تشکیل اکبر از اصغر بیشتر باشه چه اتفاقی می افته؟ تجمع رادیکال آزاد فاتحه. استاد چی بگم جو کلاس عوض بشه؟ اگر قشنگ و در شخصیت بگو. چرا راکیزه بر انجام نقش خود در تنفس یاخته نمیتونه مستقل از اثر عمل کنه؟ چون یه سری از خدمتتون عرض کنم که پروتون ها پروتئین هاش ژنش رو دنای هسته است که بعد از بیرون بیاد تو، برای همین نمیتونه مستقل از هسته فعالیت بکنه. و فکر میکنم سال آخرش میگه اولین CO2 تولید کدام مرحله آزاد میشود؟ MTR چیه؟ دهنت سرویس. کشتی من. اولین CO2 طی کدام مرحله آغاز می شود؟ کشتی من. تیر زدی به قلب و بنیاد من. 60 میلیون بار گفتم امتیار است. گلوم از بین رفته. آی سالی هم الان میدونه اصلا بنیان و امتیار چیه. 3 سال من خدای من دارم اینا رو میگم. اولین CO2 کدوم مرحله؟ اکسایش پیروواد.
در زنجیره انتقال الکترون بر چه اساسی پروتونهای متراکم شده در اکبر تمایل دارن؟ شیب غلظت. میگه نقص ژنی چطوری رادیکال آزاد باعث تشکیل رادیکال آزاد میشه؟ پمپ رو فعالتر میکنه. میگه مل قندکاف سیتوپلاست زنجیره انتقال الکترون قشای درونی راکیزه. دو مورد از عوارض سوء تغذیه رو و فقر غذایی شدید رو بنویسید. نه دو مورد از عوارضش رو بگو. دو مورد از عوارضش رو بگو. اما آخر نمیشه. چی گفته؟ ضعیف شدن ماهیچه اسکلتی دیگه؟ سیستم ایمنی. خب شکل روبرو چه نوع تخمیریه؟ یک مرحله ایه. لاکتیکی. تخمیر لاکتیکی. گیر کردیم دیگه. تخمیر لاکتیکی. حله؟ یه عدد اش بده بیا. مرسی. چقدر شد؟ 30 دقیقه. خب برو بریم شیشم طبق قولی که دادم جمع بندی کنم. بگو. خب یه بار یه عدد دیگه بگی. باش آخر کلاس یه عدد دیگه میگم. استوری نرسیدا بابا. سوالا رو گذاشتم، به قرآن گذاشتم به خدا. خب اما فصل 6 هم بگیم، هفته 8 هم تو کاناله. آقا فصل 6 استاد، فصل آخر سخته، یکم آروم‌تر درس بدیم. این آخرین فصلیه که الان دارم میرم. عشق ما استاد، شما پیج ما رو نداری، چه جوری برسه؟ حالا تو بذار بعد بهم پیام بده، من درستش میکنم. فصل 6 هم فصلی هستش که هم در کنکور سراسری 3 تا سوال داره و هم در امتحان نهایی یه 2.5 نمره ازش میاد دیگه. بچهای گلم، من الان این فصل 6 رو بگم نمونه سوالاش هم حل بکنم، عملاً چقدرش رو گفتم؟ 15 نمره رو گفتم. یعنی اگه کسی خدمتتون عرض کنم زیر 15 بشه فقط تا آخر فصل 6، خنگ مادرزادیه. هر کسی اینو دیگه، اصلا من شخصا 10 نمیشم. ده که نمیشه، باید بیشترش همه رو دارم میگم دیگه. خب برو بریم آقا، از انرژی به ماده. آقا نگاه کن، ما میخوایم توی این فصل، میخوام گوش کن دیگه، ما میخوایم آقا جون توی این فصل 100% آقا همه اون 7-8 هم تو کاناله. بعد این برو نگاه کن، بعد پیام بده یا تو ریکوستان مینم. شما بعد 7-8 هم برو تو کانال همه یه ساعت وقت بذار نگاه کن، 20 از 20 میشی. به خدا 20 میشی، 20 از 20 میشی. وایس های چیو؟ باس. بلامون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بریم ببینیم آقا این تنفس سلول، این فتوسنتز هم چی میگه؟ اصلا فتوسنتز خودش یعنی چی؟ یعنی همون سرورگ اولش. ساعت چند میذاره که گذاشتم بابا؟ گذاشتم. بعد دوباره ارسالش کنم ببینی. خب برو بریم. میگه فتوسنتز تبدیل انرژی نور به انرژی چی؟ شیمیایی. برو بریم. آقا میگه میدونی، گوش کن دیگه، میدونیم گیاه در فتوسنتز با استفاده از CO2 و انرژی نور خورشید ماده عالی تولید میکنه، اکسیژن. میبینم CO2 و H2O هر کدوم 6 تا مصرف، یک دونه مونوساکارید گلوکوز با یک دونه اکسیژن تولید میکنه. برای اینکه جانداری بتونه فتوسنتز کنه باید چی داشته باشه؟ یکی از این ویژگی ها داشتن مولکول چیه؟ باشه ویدیو اینم میذاریم، داشتن مولکول های رنگیزه‌ایه که بتونه انرژی نور خورشید رو چیکار کنه؟ جذب کنه. پس آقا اینی که دورش خط کشیدم نیازه. میگه همچنین باید سامانه‌ای برای تبدیل انرژی به انرژی شیمیایی، یعنی انرژی نور خورشید رو بگیره تبدیل کنه تو ماده شیمیایی به انرژی شیمیایی. حالا ببینیم چی میاد. اول برگ ساختار تخصصی یافته واسه فتوسنتز. آقا یه برگ، اولا اینجا یه سعی غلط میاد. برگ مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز تو اکثر گیاهانه، نه تو همه گیاهان. تعداد فراوانی سبزیسه. آقا همونطور که میدونید فتوسنتز در سبزیساست. برگ گیاه تک لپه و دو لپه. آقا دو لپه پهنک و دنبرگ داره، برگ تک لپه دنبرگ نداره. بعد پهنک میشه چی؟ روپوست و میانبرگ و دستای آوندی. روپوست رویی داریم و زیرین که در سطح رویی و زیرین هم. میانبرگ سلولای پارانشیمی داره که میانبرگ از یاختای پارانشیم نردی و اسفنجی. تو دو لپه است. تو تک لپه فقط چی داریم؟ اسفنجی داریم. آقا سمت راستی داره برگ چی من نشون میده؟ برگ دو لپه‌ای. سمت چپی داره برگ تک لپه‌ای. در دو لپه‌ای در زیر روپوست
پوست بالایی نرده‌ای دارم، در بالای رو پوست زیرین اسفنجی دارم، دستجات آوندی و طورش غلاف آوندی میبینم که غلاف آوندیش فتوسنتز کننده نیست، آوند پایینی آوند چوبیه، آوند بالای آوند آبکشیه. این سبزام یاختای نگهبان روزنن. حالا سمت چپی فرقی که با این داره چیه؟ بعد تعداد نگهبان، تعداد روزنا در زیر بیشتر از بالاست. شکل اگه نگهداری فرقش نیا کن، تو برگ تگ لپه فقط اسفنجی داری، یاختای نگهبان روزنش هم چون که سبزیسته دارن توانه فتوسنتز رو دارن. حالا بریم بعدی. آقا نگاه کن سبزیسه چیه؟ آقا سبزیسه اولا اینم اندامک دو قشایی، ولی دو تا قشاش صافه. داخلش توسط یه سری ریسکیسه قشایی که رو هم قرار گرفته به نام تیلاکوئید جدا شده. این فضای این ورش میشه بستره، اون ورش هم میشه داخل تیلاکوئید. تو این هم آقا جون میتوکندری داریم. سبزیسه هم میتونه مثل میتوکندری به صورت مستقل تقسیم بشه و بعضی از پروتئین مورد نیاز خودش از بیرون بعد بگیره که تو دنای هسته است. تو اینم دنای حلقوی داریم، پروتئین سازی هم داریم. خب آقا چرا سبزیسه به رنگ سبزیزه میشن؟ چون توش پر کلروفیله. حالا این نموداره رو نگاه کن، حالا این نموداره رو نگاه کن، حالا این چیزی که سر کلاس کنکورمون درس دادیم، حالا خیلی شلوغ پلوغ اونقدرش لازم نداریم. میگه رنگیزهای فتوسنتزی در قشای تیلاکوئیدن. این قشای تیلاکوئید مهمه. چی تو قشای تیلاکوئید؟ رنگیزهای فتوسنتزی. یه کلروفیل ها، یه ب که سبز، یه دونم کارتنوئید دارم که یا قرمز یا نارنجی یا زرد. آقا هر کسی به هر رنگی دیده میشود، کمترین مقدار جذبش تو همان نور است. یعنی کلروفیل آبی سبزن، کمترین جذب سبز. اون یکی کارتنوئید چون قرمز نارنجی زرد دیده میشه، کمترین جذبش تا همون قرمز نارنجی زرده. اگه دقت داشته باشید بین 400 نانومتر تا 500 نانومتر که نور مرئیه، ما قبل از نور مرئی هم کارتنوئید جذب میکنه. مهمی بین 400 تا 500 نانومتر اول میبینم آقا جون بیشترین جذب مال کلروفیل بیه، بعدش کلروفیل آه و بعدش هم کارتنوئیده. بعدش که میام بین 500 تا 600 جذبم حداقل میشه، تو 600 تا 700 دیگه کارتنوئید در کار نیست و فقط آ و ب که میبینم آقا قله آ از قله ب بیشتره و نزدیکتره به از 700. حله؟ آقا اگه گفتن 400 تا 500 چه بازه، میگی بنفش آبی، 600 تا 700 میشه نارنجی قرمز. اما در صفحه بعدی میاد فتوسیستم رو توضیح میده. اصلا سیستم یعنی مجموعی از چیزها. فتوسیستم یعنی سیستمی که با چی میخواد کار کنه؟ نور. هر فتوسیستم چی داره؟ یک دونه مرکز واکنش به همراه تعدادی آنتن. تو آنتن و این مرکز واکنش هم بیس هم چه جنسیه؟ پروتئین. توی آنتن هم کلروفیل آ، هم کارتنوئید بی، هم کارتنوئید. اما توی مرکز واکنش هم فقط کلروفیل آ، تو هر دو تاش هم بسترش از چه جنسیه؟ پروتئین. دو نوع فتوسیستم دارن، فتوسیستم یک، فتوسیستم دو. مرکز واکنش فتوسیستم دو کلروفیل آش در 680 بیشتر جذب بشه، در فتوسیستم سیستم یک تو 700 نانومتر بیشتر این جذب بشه. تو کلروفیل های مرکز واکنش این دوتا رو با هم مقایسش میاد. اما فتوسیستم میگه تو قشای تیلاکوئیده، خب بله، و با مولکول های به نام ناقل الکترون به هم مرتبط میشن. پس با چی به هم مرتبط میشن؟ ناقل الکترون. میگه این مولکول ها میتونن الکترون بگیرن یا دست بدن. اگه بگیره کاهش، اگر دست بده اکسایش. آقا این ممکنه که تو آزمونتون بیاد. اومده آقا جون مقدار فتوسنتز در طیف های نوری مختلف گفته، میبینم آقا جون قله 400 تا 500 بیشتر از 600 تا 700، فتوسنتز بین 500 تا 600 صفر نمیشه، کم میشه. و از اینجایی که این قلم خیلی کم اختلاف داره، داره نشون میده قبول داره تو 600 تا 700 کارتنوئید نبود، نبود کارتنوئید یک چسه اومده اینو کم کرده. پس این داره چیو نشون میده؟ رنگیزه اصلی فتوسنتزی چه کسی است؟ کلروفیل آ و ب. صفحه بعدم دوباره اومده همون رو ما گفته که پارسال سال امتحان نهایی بود که همین هم اومد دقیقاً دیگه. این یه دونه فعالیته. تو این فعالیت میخوام بیام نشون بدم تو هر کدوم از طیف‌های رنگی مختلف چقدر فتوسنتز انجام میشه. ما چطور میتونیم فتوسنتز رو خدمتتون عرض کنم که بسنجیم؟ یا با مقدار مصرف CO2ش یا با مقدار تولید اکسیژنش. اینجا میخوام با مقدار تولید اکسیژنش بررسی کنیم. میام استفاده از اسپیروژیر. اسپیروژیر یک جلبک آغازی سبز رشته‌ایه، نوعی باکتری هوازی و چشمه نور. نگاه کن یه لوله آزمایش بر میدارم. این اسپیروژیر که جلبک سبز رشته‌ای رو میریزم داخلش، باکتری هوازی رو میریزم، نور رو به صورت طیفی میتابونم. میبینم تو 400 تا 500 نانومتر باکتری ها بیشتر تجمع کردن، تو قبل 400 هم هست، بین 600 تا 700 کمتره، تو بین 500 تا 600 کمتره، تو 600 تا 700 دوباره حد اکثر میشه. ولی میبینم حد اکثر 400 تا 500 بیشتر از 600 تا 700. پس نشون میده فتوسنتز اینجا بیشتره. اصلا سخت من کلا بررسی، اگه راست میگم خودشون بررسی، اینا بررسی کردن یاد بگیر. پس اینجا نشون میده که رنگیزه اصلی فتوسنتزی کیه؟
کلروفیل A و B. با این آزمایش میتوان نتیجه گرفت که سبزین رنگیز اصلی فتوسنتزه. پس این جمله به صورت صحیح غلط میاد. گفتار دو. حالا میخواد بیاد مرس. حالا میخواد بیاد واکنش فتوسنتز اصلا میگه چطور انجام میشه. آقا واکنش فتوسنتز تو دو تا دسته تقسیم میکنم. واکنش وابسته به نور و مستقل از نور. وابسته به نور یعنی فتوسیستم. آقا دقت داشته باش. نور میاد میخوره به فتوسیستم، الکترون رو برانگیخته میکنه، الکترون برانگیخته انرژی داره. الکترون برانگیخته یا انرژیشو میده به نفر بعدی خودش برمیگرده سر جاش، یا نه الکترون جدا میشه میره به نفر بعدی و کاهش پیدا میکنه. اینجا هم دقیقاً سیستم همینه. بچه‌ها توی آنتن‌های من انتقال انرژی رخ میده، اما از آنتن به کلروفیل مرکز واکنش الکترون انتقال پیدا میکنه. یادت باشه اینو که ما میگیم آقا یه دهنده الکترون یه پذیرنده الکترون میاد و ما اینجا درگیر NADP، یعنی این پذیرنده الکترون من یه دونه کیه؟ NADP مثبت. NADP مثبت مان تنفس سلولی بود، NADP مثبت واسه فتوسنتزه. NADP مثبت با همون اکبرا میشه NADPH، NADP مثبت کاهش، NADPH اکسایش پیدا میکنه. اما حالا میخوایم ببینیم چی میشه. بچه ها دقت داشته باشید، میاد میگه با توجه به شکل 6 میگیم آقا جون اگه دقت کنی از مرکز واکنشم از کلروفیل آش داره چی جدا میشه؟ الکترون جدا میشه. پس یعنی اکبر کمبود الکترونی داره، ما باید بیایم فتوسیستم 1 و 2 مون کلروفیل آ مرکز واکنشو اون کمبود الکترونشو یه جوری جبران کنیم. چه جور جبران میشود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقا اینجا نگاه کن، میاد میگه الکترونی که از سبزینه آ تو واکنش فتوسیستم دو به وجود میاد کمبود الکترون سبزینه آ در فتوسیستم یک. پس فتوسیستم یک کمبود الکترونش از کی میگیره؟ فتوسیستم دو، از 6 سبزیناش. اما خود فتوسیستم دو از کجا کمبود الکترونش رو میاره؟ تجزیه نوری آب وابسته به نوره. نگاه کن این یه دونه غشای تیلاکویده، اینجا اسمش میشه بستره، اینجا میشه درون تیلاکوید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جهت جریان الکترون از فتوسیستم دو تا فتوسیستم یک، میگم به فتوسیستم دو به آنتن نور میخوره، الکترون برانگیخته تو فتوسیستم مرکزش ایجاد میکنه، بعدش میبینم الکترون جدا میشه، یه دونه زنجیره انتقال الکترون وسط فتوسیستم دو و یک دارم، یه کوچولوی یه پمپه که هاش مثبت از بستره میاره تو و یک دونه کوچولوی این داخل تریه و میاد میرسونه به نور که میخواد فتوسیستم یک، تو اونم میومد الکترون برانگیخته ایجاد میکرد، الکترون برانگیخته اون میره به اون زنجیره دومیه که کلا به سطح بیرونی تیلاکوئید وصله میرسه و از اونجا میاد NADP مثبت و دو تا الکترون بهش میده، NADPH ایجاد میشه. NADPH آیا توی سیتوپلا آیا توی بستره داره ایجاد میشه یا درون تیلاکوئید؟ تو بستره داره ایجاد میشه. از این ور کمبود الکترونین از این الکترونای جدا شده از این اومد. حالا الکترونای فتوسیستم دو تا 8 و 9 شب فکر میکنم آپلود شه، کمبود الکترونای فتوسیستم دو از کجا تامین میشه؟ میگم نور که میخوره به آب موجود در این تیلاکوئیدم، آبو میاد تجزیه میکنه به چی؟ H2O رو میکنه دو تا H مثبت، O2 و الکترون. الکتروناش میشه فتوسیستم یک. پس عملا بچه منشأ H مثبت هایی که درون تیلاکوئید دارم از کجاست؟ یکی H مثبتی که این پمپه میاره تو، یکی هم H مثبتی که داره این تجزیه نوری آب ایجاد میکنه. پس دو تا منشأ داره. حالا این H مثبت من O2 چوز کجا تولید میشه؟ تو تیلاکوئید، تو تجزیه نوری آب، برای همین تو فتوسنتز اکسیژن درست میکنی. نکته بعدی آقا، حالا این H مثبت میاد یه دونه آنزیم ATP ساز داره، دقیقاً مثل میتوکندری. از این آنزیم ATP ساز که H مثبت رد میشه ATP میسازه. به این روش ساخته شدن ATP میگن در کدوم مدل؟ نوری که داره تو تیلاکوئید انجام میشه. چرا؟ چون نور باعث میشه در صورت این هاشا خدمتتون عرض کنم که اینجا تجمع پیدا بکنن. قبوله تا اینجا؟ پس از این ور یه ATP ساختم تو بستره، یه دونه NADPH میفرستمش به کجا؟ چرخه کالوین. آقا ساخته شدن ATP بیشتر، ای والله به همتون. آقا حالا ساخته شدن ATP در فتوسنتز چطوری رخ میده؟ حالا که آقا جون ما ATP رو ساختیم، NADPH هم ساختیم، ولی ATP زیادی درست نکردیم. میخوام ببینیم قشنگ یه چیز باحال بسازیم. میگه آقا دقت داشته باش، میگه یکی از اجزای زنجیره انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1 که اینجا حرفشو زدیم، آنزیم ATP سازم گفتیم، هاشای مثبتشو توضیح دادیم، بهش میگن ساخته شدن نوری آب. اما واکنشای مستقل از نور تو کجا رخ میده؟ بستره. چه واکنشی؟
همون چرخه کالوین ماست. چطور چرخه کالوین رخ میده؟ بخونم. میگه میدونیم که در فتوسنتز مولکولای CO2 به قند تبدیل میشه، اما چطور؟ میگه ساخته شدن این مولکول مثل تجزیهش یک باره نیست، مرحله مرحله است. عدد اکسایش اتم و کربن در مولکول قند نسبت به کربن در CO2 کاهش یافته. پس یعنی من باید بیام چیکار بکنم؟ گیاه برای ساختن قند به انرژی و منبعی برای تامین الکترون نیاز داره که الکترون بده به قند تا بتونه چیکار کنه؟ بده به CO2 که تبدیلش کنه مولکول قندی. خب که از واکنش‌های چی داره این اناد پاهاش میاد؟ واکنش‌های وابسته به نور. میگه ساخته شدن قند در چرخه به نام کالوینه که تو بستره سبزیست است. میگه در چرخه کالوین CO2 با قندی 5 کربونه به نام ریبولوز 20 فسفات ترکیب مولکول 6 کربونه ناپایدار. افزوده شدن CO2 و مولکول 5 کربونه با آنزیمی انجام میشه به نام ریبوسکو. روبیسکو رو اگه اسم کاملش رو خواستن که میخوان فردا، ریبولوز 20 فسفات پیش ماده شه، یا کربن میده میشه کربوکسیلاز، یا اکسیژن میده میشه اکسیژناز. پس ریبولوز 20 فسفات کربوکسیلاز اکسیژناز. حالا تا اینجا، حالا واکنش رو نگاه کن، واکنش رو نگاه کن ببین چی میشه. میگم آقا جون، ما واسه تولید گلوکوز 6 تا CO2 می‌خواستیم، 6 تا H2O می‌خواستیم. خب 6 تا CO2 رو میارم با 6 تا ریبولوز 20 فسفات 5 کربونه ترکیب می‌کنم. 20 فسفات یعنی 2 فسفاته. یک دونه اینجا ماده 6 کربونه میده که اسید ناپایداره، سریعا نصف میشه به 12 تا 3 کربونه اسید. این اسیدا میاد از 12 تا ATP رو می‌کنه ADP، بعد الکترون میگیره که بشه قند. 12 تا اناد پاش هم میشه 12 تا اناد پی مثبت، 12 تا فسفات جدا میشه. یهو این مولکول سه کربونه من که اسیده میشه چی؟ 12 تا قند سه کربونه. بعد دو تا از این 12 تا میاد بیرون، میره واسه ساخت فقط گلوکوز، نه ترکیبات عالی دیگر. آیا مستقیما تو چرخه کالوین گلوکوز میسازی؟ نه، میاد بیرون. 10 تا سه کربونه میمونه دیگه. 10 تا سه کربونه یه فسفاته میشه چند تا 5 کربونه یه فسفاته؟ 10 تا 30 تا میشه چند تا 5 تا 6 تا. میبینم که آقا 6 تا مولکول ریبولوز 20 ریبولوز فسفات ساخت. حالا این ریبولوز فسفات بخواد بشه 20 فسفات، چند تا فسفات کم داره؟ یه دونه. پس 6 تا ATP رو میکنم 6 تا ADP، دوباره ریبولوز 20 فسفات به وجود میاد. خیلی شیک و مجلسی همشو گفتم. چرخه از این بالا شروع میشه. خب اما ریبولوز 20 فسفات بچه روبیسکو نکته که داره چیه؟ وابسته است به غلظت CO2 و O2. اگه CO2 کنارش زیاد باشه ریبولوز 20 فسفات رو با CO2 جمع میکنه، اگه اکسیژن کنارش زیاد باشه ریبولوز 20 فسفات رو با اکسیژن جمع میکنه که گفتار بعدی میگه. میگه همانطور که در شکل 7 میبینید تعدادی از این قندا فلان، گرچه واکنش کالوین مستقل از نوره، ولی اگر اناد پاش و ATP رو نسازی توی واکنش وابسته به نور، برام وقتی نور نیست فتوسنتز در کار میفته. در چرخه کالوین دیدیم CO2 برای ساخته شدن ترکیب عالی به کار میره. به فرآیند استفاده از CO2 برای تشکیل ترکیبات عالی میگن چی؟ تثبیت کربن. پس تثبیت کربن اگه فردا خواستن نام ببرید چی میگی؟ استفاده از چی؟ CO2 برای تشکیل چی؟ ترکیب عالی، بهش میگن تثبیت کربن. دیدیم اولین ماده عالی پایدار ساخته شده ترکیبی سه کربن است. آره دیگه، اون اسید 6 کربونا سری نصف شد به اسید 3 کربونا. پس برای همین چون اولین ماده پایداری که تثبیت کربن پایدار بوده 3 کربون است، به این گیاه میگن سیسه. چقدر از گیاهای روی زمین سیسن؟ بسیاری. اکثر گیاهان چیان؟ سیسن. گرچه که بالا میخونیم سیستمای دیگه هم است. از این فردا سوال میاد اثر محیط بر فتوسنتز پارسال حذف شده بود، امسال سوال میاد. ببین چی میگه. بدیهی است فرآیندی مثل فتوسنتز تحت تاثیر محیط باشه. میگه با توجه به واکنش کلی فتوسنتز انتظار داریم نور و CO2 از عوامل مؤثر باشن. مشاهدات نشون میده این چند تا جا خالی میاد. میزان CO2، طول موج، شدت و مدت زمان تابش بر فتوسنتز مؤثر است. پس چی؟ میزان CO2، شدت نور، مدت زمان و شدت تابش، این چهارتا رو بس یاد باشه. میگه از طرف فتوسنتز فرآیند آنزیمیه. خب بله، و میدونیم بیشترین فعالیت آنزیما در گستره دمای خاصه، بنابراین اگه دما بیش از حد بره بالا ممکنه فاتح فتوسنتز رو بخونه. یه تفسیر کنید داره. از تو این تفسیر کنید چی برداشت میکنم؟ هر چی که تراکم اکسیژن محیط بیشتر بشه، میزان اکسیژن جو من عملا بیشتر بشود، سرعت فتوسنتز چی میشه؟ کم میشه. چون گیاه میگه آقا اکسیژن بیرون زیاده، ابولم بیام دوباره فتوسنتز کنم، O2 درست کنم. پس هر چی O2 محیط بیشتر، مقدار فتوسنتز کمتر. پس با هم رابطه چی دارن؟ عکس دارن. اینو یاد باشه. بریم گفتار سوم، گفتار آخر. بدبخت ها، گیاهان بدبخت، نه شما. بدبخت ها، بدبخت گیاهان بدبخت. ببینیم چی میگه. میگه شکل 8 دو تا روزنه رو در حالت باز و بسته نشون میده. یاختای نگهبان روزنه تنها یاختای فتوسنتز کننده روپوستی هستند. یه بار دیگه میخوام بگم، یاخته های
یاختای نگهبان روزنا تنها یاختای نگهبان نگهبان روزنا تنها یاختای فوسنس کننده رو پوستی ان. به خدا من رپر میشدم با این سرعتی دریل میخوندم قشنگ. خب امینه آره اون چیزو داداشمه مای برادر مای. اونا خودشون نمیدونن دارن چیکار میکنن، ما باید ببینیم حالا بدبخت ما اینا ماهای ما اونا. خب میگه اگر دقت کنی چه عواملی باعث بسته شدن روزنه میشه. نگاه کن نگاه کن، این دوتا میاد جا خالی میاد. میگه افزایش بیش از حد دما و نور سبب بسته شدن روزنه میشه. یه بار دیگه، افزایش بیش از حد دما و نور سبب بسته شدن روزنه میشه. این پایین نگاه کن، در چنین شرایطی وقتی روزنه بسته بشه چرا بسته میشه؟ چون گرمه، تعرق خروج بخارا انجام نشه. اما یه بدی داره، وقتی که روزنه بسته میشه این فتوسنتز داره انجام میشه، CO2 تو برگ کم میشه، اکسیژن زیاد میشه. چون که اکسیژن زیاد میشه CO2 کم میشه، عملا فتوسنتز بدبخت میشه. و یه بدی هم داره، الان میاد از اکسیژنای خودش مصرف میکنه، یعنی عملا از محصولات فتوسنتز گیاه به جای اینکه بده ما مصرف کنیم خودش، پس یعنی بازده فتوسنتز رو چیکار میکنه؟ کم میکنه. میگه در چنین حالتی چون مقدار اکسیژن تو برگ زیاد میشه CO2 کم میشه، از اونجا اون روبیستگوه کربوکسیلازی رو میذاره کنار، اکسیژنیزی رو میاره وسط. یعنی چی؟ یعنی که میاد ریبولاز بیسفوسفاتو به جای اینکه با CO2 جمع کنه با O2 جمع میکنه. به این واکنش چی میگن؟ تنفس نوری. چطور؟ میگه آقا جون دقت داشته باشید، میگه در تنفس نوری با افزایش اکسیژن، اکسیژن با ریبولاز بیسفوسفات ترکیب، مولکول حاصل چیه؟ یه پنج کربونی بود که دو تا فسفات داشت، به علاوه O2 کربن که داری بهش استفاده نمی‌کنی دیگه، پس یعنی میشه یه ماده چند کربونه، بازم پنج کربونه، اسید ناپایداره، سریع تجزیه میشه به یه ماده سه کربونه و دو کربونه. میاد میگه مولکول سه کربنم به مصرف بازسازی ریبولاز بیسفوسفات، یعنی سه کربونه باز میاد واسه اینکه همینو بسازه. دو کربونه چی میشه؟ دو کربونه آقا میاد از کلروپلاس خارج و در واکنش هایی که بخشی از آن در راکیز انجام میشه CO2 آزاد میکنه که باز بیاره تو فتوسنتز استفاده کنه. چون این فرایند با مصرف اکسیژن و آزاد شدن CO2 و همراه با فتوسنتز میگن تنفس نوری. پس آقا واسه چی بهش میگن تنفس نوری؟ چون از این ور داری اکسیژن مصرف میکنی، از اون ور داری CO2 آزاد میکنی، فتوسنتز هم چون CO2 درست میکنی برگ فتوسنتز، بهش میگن تنفس نوری. میگه در تنفس نوری گرچه ماده عالی تجزیه میشه، اما برخلاف تنفس یاخته ATP از آن ایجاد نمیشه، بنابراین تنفس نوری باعث کاهش فرآورده فتوسنتز میشود. یاد باشین. و میگه به هر حال انواعی از گیاهان وجود دارن که در محیطا با دمای بالا و تابش شدید زندگی میکنن. چطوری؟ ببین گیاهای C4، ناگهان گیاه C4 داره نشون میده که تو تثبیت کربن اولین ماده حاصل از تثبیت کربنش که پایدار چند کربن است؟ 4 کربونه. میگه یکی از سازوکارا برای ممانعت تنفس نوری در گیاهان C4ه. میگه یاختهای غلاف آوندی در این گیاهان سبز دیسه دارن، مثل گیاهای تکلپه‌ای، و محل انجام چرخه کالوینن، در حالی که در گیاهان C3 سبز دیسه ندارد. کی؟ غلاف آوندیم. میگه تثبیت کربن در این گیاهان دو مرحله‌ایه، ابتدا تو یاختهای میانبرگ، سپس تو غلاف آوندی. ببین چی میشه، میاد تو یاخته میانبرگش این سیسه رو با یه دونه CO2 جمع میکنه، تبدیل میکنه به یه اسید 4 کربنی پایدار، چون اولین تثبیت کربن 4 کربنی بهش میگن C4. بعد این C4 رو با استفاده از پلاسمودس انتقال میده به چی؟ به غلاف آوندی. تو غلاف آوندی میگه چی دارم؟ سبز دیسه، و چون سبز دیسه دارم محل انجام چرخه کالوینه. ما واسه چرخه کالوین چی میخواستیم؟ CO2. توی چرخه کالوین ما چه آنزیمی داریم؟ روبیسکو. داریم زور میزنیم که کنار روبیسکو به جای اکسیژن CO2 داشته باشیم. پلاسمودس کانال قشایی بین یاختهای زنده گیاهی. اینجا که اومد توی غلاف آوندی میاد از این C4 مسیر عکس CO2 و سیسه آزاد میشه، درسته؟ سیسش دوباره برمیگرده واسه تولید، CO2 میره تو چرخه کالوین. با این مسیر باعث میشه که خدمتتون عرض کنم که مقدار تنفس نوری خیلی کم بشه. ولی در مواقعی باز هم ممکن است که در شرایطی تو اینها هم بازم تنفس نوری ببینیم. اما نکته بعدی که داره چی میگه؟ اینجاش سوال میاد فردا. این اتیکش فردا سوال میاد. میگه آقا این گیاهان در دمای بالا و شدت‌های زیاد نور و کمبود آب در حالی که روزنه بسته است تا از تبخیر جلوگیری کنه، همچنان میزان CO2 رو در کنار روبیسکو که توی غلاف آوندی باشه بالا نگه می‌داره. پس یعنی در این شرایط بدبختی از سیسه بهتر کار می‌کنه. در شرایط بدبختی از سیسه بهتره. اما گیاهی CAM یا کم یا نمیدونم سم، هر چی که شما میگین چیه دقیقاً قضیهش، میگه بعضی گیاهان با مسئله دما و نور شدید در طول روزن، برای همین گیاهان مجبورن در طول روز
نگهبان روزنه رو ببندن. نگهبان روزنه تو طول روز بسته بشه سودو نمیاد تو، درسته؟ اینا شب میان باز میکنن. میگه آقا جون در این گیان برای جلوگیری از هدر رفتن آب، روزنه در طول روز بسته و در شب باز. برگ ساقه یا هر دوی آنها در چنین گیانی گوشتی و پر آبه. برگ ساقه یا هر دو در این... پس اگه بگن گیاهان گوشتی و پر آبن، کیان میگی سی ای اما کجاشون؟ برگ ساقه یا هر دو کی بازه؟ شب. کی بسته؟ صبح. میگه تثبیت کربن در این گیاه مثل سیفوره، ولی همه کاراش تو کجا انجام میشه؟ برخلاف اون بچه گیاهای سیفور جدای مکانی داشت تثبیتاشون، گیاه سی ام همه کاراش تو یاخته میانبرگ دقیقا مثل سیسه، برخلاف اون که بالا پایین بود. این همش تو کجا انجام میشه؟ تو خود میانبرگ، فقط جدای زمانی داره. تو شب که بازه میاد چهار کربنی تثبیت میکنه، تو روز که نور میاد چی میشه؟ میبره CO2 رو ول میده از سیفور، باز میشه سیسه اسیدی. آقا من اگه اینجا واسطه بین روز و شب بذارم، عملا اینجا میشه چی؟ شروع روز یا پایان شب. اینجا میشه چی؟ پایان روز یا شروع شب. pH کی پایین تره؟ شروع روز. اینجا چون یه عالم اسید چهار کربنی تجمع کرده، pH کمترین حالته. اینجا چون همه اون اسیدا رو داری مصرف میکنی، pH بیشترین حالتشه. اوکی، پس شروع شب یا اتمام روز pH بیشترین، شروع روز یا اتمام شب pH کمترین حالت. این پایین هم گفته میگه اگر سه مدل گیاه داشته باشیم، یکی سه و دو، این فصل چند نمره داشت؟ 2.5 نمره. میگه آقا جون اگر یه گیاه داشته باشیم در شب و روز بیایم بگیریم، از 17 اونیم شروع نکن بابا، چی بود مگه؟ 4 تا نکته گفتم دیگه. نموداره رو نگاه کن آقا، اونی که با پی اچ شب و روز با هم متفاوته، خب معلومه سی ای ام. این دوتای دیگه، این دوتا نمودار 100% فردا سوال میاد، به جان همه اجداد داشته و نداشته این فردا سوال میاد. میگه آقا جون چی؟ خب میگه چی؟ ببین چی میگه. میگیم آقا جون مقایسه سیفر و سیسه، اگر CO2 محیط، اگر CO2 محیط زیاد بشود، سیسه از سیفور بهتر کار میکنه. تو سه او دوی کمتر سیفور از سیسه بهتر و زودتر شروع میکنه، اما حد اکثر سیسه خیلی بیشتره. اما تو شدت نور کلن سیفور از سیسه بهتر، کلن تو شدت نور سیفور از سیسه بیشتره، اما تو مقدار سه او دو در سه او دوی زیاد سیسه از سیفور بیشتره. جانداران دیگر فتوسنتز کننده، بخش عمده فتوسنتز رو جانداری انجام میده که گیاه نیست و در خشکی زندگی میکنه. آها، پس این جمله صحیح غلط درسته. پس بخش عمده فتوسنتز گیاه نیست، در خشکی هم نیست. کجا؟ هوا که نیست، داخل کجاست؟ آبه. اوکی، آبه. میگه انواعی از باکتریا آغازی هن که تو خشکی آبی فتوسنتز میکنن، اما اول باکتریا. میگه باکتریایی که فتوسنتز میکنن سبز دیسه ندارن، چون اندامک ندارن، و اما دارای رنگیزهای جذب کننده نورن، رنگیزه رو دارن ولی دیگه تو سبزیسه نیست. بعضی باکتری ها سبزینی هم کلروفیل دارن، مثلا سیانوباکتری ها سبزینه آ دارن و همانند گیان با استفاده از CO2 و نور ماده عالی میسازه تثبیت کربن، چون همانند گیان در فرآیند فتوسنتز اکسیژن تولید میکنن. میگن اکسیژن، یه دونه باکتری اکسیژن زا نام ببر، سیانوباکتری چه نوع رنگیزه ای داره؟ کلروفیل آ. چد نکن، کف کردم دیگه، چد نکن. نه با آرتان نیست، الان یکی دیگه است. خب میگه گروه دیگری از باکتریای فتوسنتز کننده غیر اکسیژن زان، باکتریای گوگردی ارغوانی و سبز رنگیزه فتوسنتزی باکتری کلروفیله. پس گوگردی ارغوانی و سبز غیر اکسیژن زا و کیه؟ باکتری کلروفیل رنگیزش. این باکتری کربن دی اکسید جذب اما اکسیژن تولید نمیکنه. چرا؟ چون منبع تامین الکترونش دیگه آب نیست. مثلا تو گوگردیا چیه؟ H2S هیدروژن سولفید، و به جای اکسیژن گوگرد ایجاد میشه. از این باکتریا در تصفیه فاضلاب برای هیدروژن سولفید که بوی سگ میده، بوی شبیه تخم مرغ میده و گازی بیرنگه استفاده میشه. اینجا رو نگاه کن، میاد CO2 رو با H2S و نور جمع میکنه، قنده رو ماده عالیه رو میده، اما به جای اکسیژن چی تولید میکنه؟ سولفیس چی؟ اس چی؟ گوگرد تولید میکنه و آب هم تولید میکنه، آب هم تولید میکنه. اگه بگه در نوعی از فتوسنتز که آب مصرف میشود چیه؟ منبع تامین الکترون آب بوده. اگه بگه آب تولید میشود، منبع تامین الکترون H2S. اوکی تا اینجا. و آغازیان، مپس آخر، آغازیان نقش مهمی در تولید ماده عالی از ماده معدنی دارن. میگه میدونید که جلبک‌های سبز و قرمز و قوی از آغازیانن و همه‌شون فتوسنتز میکنن. اوگلنا بچه‌ها یک تکیاخته‌ای آغازی فتوسنتز کننده است عزیزم، و میگه جانداری تکیاخته‌ای و مثال دیگه از آغازی فتوسنتز کننده. یه آغازی دیگه هم داشتیم جلبک پرسلی فتوسنتز کننده، یه آغازی هم داشتیم پارامسی که
تگیاخته به فتوسنتز نمیکنه. این جاندار در حضور نور فتوسنتز میکنه و در صورتی که نور نباشه سبزی ساش از دست میده و با تغذیه از مواد عالی ترکیبات مورد نیاز خودشو میسازه. شیمیوسنتز چیه؟ آیا ساختن مواد عالی از ماده معدنی فقط با فتوسنتز؟ کسایی که در اعماق نوران این تثبیت انجام نمیدن؟ نرو دیگه بابا نرو، ناز نکن. میگه امروزه میدونیم انواعی از باکتری‌ها در معادن اعماق اقیانوس اطراف دهانه آتش فشانن که میتونن بدون نیاز به نور کربن دی اکسید ماده عالی بسازن. میگه زیستن در چنین مناطقی برای بسیاری از جانداران غیر ممکنه. دانشمندان بر اساس وضعیت زمین در آغاز شکل‌گیری حیات بر این باورن که باکتری‌های شیمیوسنتز کننده از قدیمی‌ترین جانداران روی زمینن. صورت سوال کنکور 1401 همینه. حالا تو اون دو روزه همهش پیشبینی میگیم ولش کن. میگه چنین باکتری ها انرژی مورد نیاز خودشون از مواد معدنی واکنش های اکسایشی به دست میارن. به این فرآیند میگن شیمیوسنتز. یعنی دیگه نور استفاده نمیکنه. میگه باکتری های نیترات ساز که آمونیوم رو به نیترات تو خاک تبدیل میکنه شیمیوسنتز کننده. پس یه مدل از شیمیوسنتز کننده بخوای نام ببری کیه؟ باکتری چی ساز؟ نیترات ساز. برو بریم فصل 6 هم تمومش کنیم. شکل صفحه قبل یه بار دیگه بگم باش. شکل صفحه قبلو گفتم آقا توی CO2 زیاد 0.3 بیشتره، توی نور کلن 0.3 بهتره. خب برو بریم. چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه. برو بریم. من بعد از اینجا باید برم منوز یه جای دیگه نصف اینا که گفتمو بگم، همینا که از صبح گفتمو، بعدش باید برم یه جای دیگه نصف یه کتاب دیگر اونطوری بگم. یعنی عملا نکن شما داری تموم میکنی کارت بلن، تازه نصف شده روزم. نره دیگه شما ببین بخون. الان خودت میخواستی بخونی از صبح شروع میکردی؟ 3 در شب بسته است یا باز؟ بستگی داره نگین، سوال نمید. خودت اگه میخواستی بخونی هنوز 2 فصل خونده بودی از صبح. لخ 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 لخ. خب اما بریم، برو بریم تمومش کنیم. میگه فتوسیستم ها در غشای تیلاکوئید قرار دارن و با مولکولای به نام ناقل الکترون یا حامل الکترون انتقال دهنده. چه فرقی میکنه؟ همونه دیگه، ناقل الکترون. اونو اون دفعه موقع درسام گفتم آقا ولش کن، علمی درست حرفتا ولش کن. میگه تثبیت کربن در گیان سیفور در 2 مرحله، ابتدا در غلاف و سپس در یاخت‌های میانبرگ. درست گفته یا برعکس گفته؟ برعکس گفته دیگه، اول تو میانبرگ بعد میفرسته به غلاف آوندی. نقش کربوکسیلازی به میزان CO2 و اکسیژن در محیط عمل کرد. بله، هر فتوسیستم آنتن و یک مرکز. بله، میانبرگ در بعضی از گیاهان از یاختهای اسفنجی تشکیل شده، فقط 2 لپه. تجزیه نوری آب در فتوسیستم 2 موجب تجمع پروتون در فضای درون تیلاکوئید میشه. بله، در برگ 2 لپه میانبرگ از یاختهای پارنشیم نرده و اسفنج. 2 لپه. بله، باکتری های نیترات ساز از باکتری شیمیوسنتز. باکتری نیترات ساز که جا خالی رو به نیترات، چی رو به نیترات؟ آمونیوم به نیترات، از باکتری شیمیوسنتز. به گیاهانی که تثبیت کربن فقط با چرخه کالوین انجام می شود گیاهان چی میگن؟ سیسه. الکترونای حاصل از تجزیه آب کمبود الکترون فتوسیستم 2، درسته؟ در مرکز واکنش فتوسیستم چی؟ کلروفیل آ موجود. میگه در گیاه ذرت، من میدونم آقا گل رز سیسه است، ذرت سیفوره، کاکتوس و اون چی بود؟ میوه؟ یادم دیگه، ذهنم نمیاد. آناناس چیه؟ CAM. استاد در کربن دی اکسید زیاد مگه سیفور کمتر است؟ چرا دیگه همونو گفتیم. فصل به خدا میذارم، فصل 8 هست، بعد دوباره ریسندش کنم میذارم. در گیاه ذرت چرخه کالوین تو کدوم انجام میشد؟ توی یاختهای میانبرگ یا غلاف؟ غلاف، کالوین تو غلاف. در باکتری گوگردی منبع تامین H2S. افزایش اکسیژن و کاهش CO2 در برگ وضعیت رو برای نقش چی؟ نقش اکسیژنازی. میاد میگه آقا جون در تنفس نوری وضعیت برای نقش اکسیژنازی. باکتریای اکبر شیمیوسنتز. تثبیت در آناناس که CAM در شب. مرکز اکبر کلروفیل آ. رنگیزه فتوسنتزی غیر اکسیژنزا کلروفیل. سیانوباکتری ها اکسیژنزا. در اکبر ماده عالی تجزیه اما ATP تولید نمیشه. نوری باکتری که اکبر آن غیر از آب غیر اکسیژنزا است. به سبزینه اکبر درین میگن P680. در برگ گیاهان 2 لپه، یاختهای اسفنجی در زیرین، یاخته غلاف آوندی سبزیسه دارد C4. سبزینه آب و کارتنوئید کدام نور را به صورت مشترک بیشترین جذب را دارند؟ در همون بازه بین اکبر و اصغر چی؟ 400 تا 500 چی بود؟ نه دیگه، نه قرمز بود نه نارنجی بود. بین آبی و بنفش کدوم انتخاب میکنی؟ آبی دیگه، تو باشه کتاب آبی. میاد میگه اصطلاح گیاه سیسه،
گیاه سیسه. خب گیاه سیسه چیه؟ گیاهی که تسبیح کربن آن فقط توسط چرخه کالوین انجام می شود. آقا رنگیزه فتوسنتزی در اکبر آقا برای حذف هیدروژن سولفی باکتری و کلروفیل. بیشترین جذب در بخش آبی و سبز نور مرئی دارد. کلروفیل بی. میگه حد اکثر جذب سبزینه آ در مرکز کدوم فتوسیستم 701؟ چرخه کالوین کجای کلروپلاس انجام میشود؟ بستره. چه عوامل محیطی بر فتوسنتز اثر میذارن؟ شدت، میزان CO2، دما. میگه در گیاهان سیفول اسید چهارکربونه از چه طریقی غلاف پلاسمودسم؟ گیاه CAM چرخه کالوین در شب یا در روز؟ در شب. میگه میانبرگ گیاهان دولپه و تکلپه شامل نرماکنه یا سختناک پارانشیم دیگه نرماکنه. بیشترین جذب کارتنوئید در چه بخشی از نور مرئی هستش؟ 400 تا 500 نانومتر. میگه کمبود الکترون سبزینه آ تجزیه نوری آب در چرخه کالوین CO2 با فعالیت کدام آنزیم با ریبولوز فسفات ترکیب می شود؟ روبیسکو یا ریبولوز بیس فسفات کربوکسیلاز اکسیژن است. به فرآیند استفاده از CO2 برای تشکیل ترکیبای عالی تثبیت کربن. این اکبر آقایی که شب و روز آورده چیه؟ تو چه محیطی زندگی میکنه؟ دو ویژگی مناطقی که اینا زندگی میکنن، مناطق کم آب و در طول روز خیلی خشکن، خشک و گرمن، که میدونیم ساقه برگ یا جفتشون گوشتی بیابونی. یک باکتری فتوسنتز کننده اکسیژن داز، سیانوباکتر. چه نوع باکتریایی در معادن و فلان شیمیوسنتز کننده؟ علاوه بر سبزینه آبه چه رنگیزه دیگه تو غشا؟ کارتنوئید. حد اکثر جذب سبزینه آ 700. تجزیه نوری در کدام فتوسیستم 2؟ نام قند فلان که با CO2 ریبولوز بیس فسفات در چه گیاهانی تثبیت در فلان در دو نوع یاخته C4؟ در CM چرخه کالوین در چه موقعی از شبانه روزه؟ روز. میگه از چه باکتری در تصفیه شیمیوسنتز؟ گفتم شب نه. نه چرخه کالوینش روزه. یک آغازی تگیاختهی در صورت نوع اوگلنا. میانبرگ گیان دولپهی از چه نوع یاختهای نرماکنهی؟ دولپهی، اسفنجی، نردهی. نام قند پنج کربونی که در چرخه کالوین با CO2 تری ریبولوز. به چه گیان سیسه فقط تثبیت کربن کالوین چه نبوده؟ به تماسی ای تی پی تولید نمی شود. در گیان سی ام تثبیت اولیه کربن در چه موقعی از شبانه روز؟ سی ام تثبیت اولیه شب. میگه از چه باکتری؟ بابا اینو گفتیم، یه باکتری فتوسنتز کننده اکسیژن، سیانوباکتری. مزیت وجود رنگیزهای متفاوت تو بازه‌ها و توی طیف‌های نوری متفاوت جذب. الکترون برنگ فتوسیستم یک در نهایت به چه مولکولی؟ NADP مثبت. نام قند پنج کربونه ریبولوز بیس فسفات کربوکسیل خاطی کن روز. در گیاهان C4 اسید چهار کربونی در کدام یاخته ایجاد می شود؟ میانبر. در نام رنگیزه فتوسنتزی غیر اکسیژنزا باکتری و کلروفیل. یک تفاوت بین اکبر و اصغر. میگم آقا جون این فقط نردهی اسفنجی، این فقط اسفنجی. یک ویژگی که اسپیروژیر داره به صورت نواری و متصل به همه. در واکنش وابسته به نور منشأ پروتئین موجود در تیلاکوئید از کجاهاست؟ یکی تجزیه نوری آب، یکی همون پمپ زنجیره انتقال الکترون. در چرخه کالوین افزودن CO2 مولکول 5 کربن توسط کدام فعالیت آنزیم روبیسکو انجام می شود؟ اکسیژنازی. چرخه کالوین دیگه. میگه به گیاهانی که تثبیت در آن در زمانهای متفاوت C4. ساختار غشای کیسه مانند تیلاکوئید چرا دما بر روی فتوسنتز تاثیر میذاره؟ به خاطر وجود آنزیم وابسته به دماست. CAM هم در شب هم در روز. بله در شبش به صورت C4، در روزش کالوین. در تنفس نوری CO2 آزاد شده حاصل مولکول دو کربونی یا سه کربونی؟ دوه. تثبیت اولیه، خب گفته مربوط به کدوم گیانه؟ تثبیت اولیه کربن در شب CAM. تثبیت اول خب میگه تثبیت اولیه میگه تثبیت اولیه کربن در میانبرگ و انجام C4. تثبیت فقط با انجام چرخه کالوین C3. میگه تفاوت آنزیم روبیسکو با آنزیمی که در ترکیب CO2 با اسید سه کربنی چیه؟ اون آنزیم روبیسکو هم با اکسیژن هم CO2، اما این آنزیمی که تنفس نوریه فقط آنزیمی که توی C4 CM فقط با CO2. میگه الکترون برانگیخته فتوسیستم یک در نهایت به NADP مثبت. الکترون ایجاد چه نقشی دارن؟ کمبود الکترون فتوسیستم 2. میگه قند 5 کربن ابتدای چرخه کالوین چه نوع؟ ریبولوز بیس فسفات. یک تفاوت تنفس نوری تنفس یاخته ای توش ATP تولید نمیشه. کارای گیاه C4 در دما و شدت نور زیاد بیشتر از گیاه C3 است. دلایل علمی چرا؟ چون گیاهان C4 تثبیت کربنشون مکانهای متفاوتی داره و چون روزنشون بسته بیشتره. آقا تموم شد دیگه، چرا تموم نمیشه این؟ چه عاملی کارای گیاه در استفاده از طول موجهای متفاوت نور افزایش میده؟ انواع مختلف
رنگیزه ها، حد اکثر جذب نور سبزی نها در واکنش فوتسیم 2 680، کمبود الکترون فوت سیستم 1 فوت سیستم 2، واکنش چرقه کالفین بستره، در چه گیاهانی تثبیت کربن فقط در چای سیسه، در گیاهان سیم چرقه کالفین در کدام یاخته انجام می شود؟ میانبر. از این پایین، اوگلنا در چه صورت سبزی نور نباشه، باکتری نیتراتها فتوسنتز کننده شیمیو در واکنش منشأ پروتئین موجود دوتایی که گفتم، افزایش CO2 مولکول 5 کربونه ریبولاز 20 فسفات کربوکسیلاز اکسیژناز. چه تفاوتی میان تثبیت کربن در C4 CAM است؟ اون جدایی زمانی داره، جدایی مکانی داره، این جدایی زمانی داره. در حالی که میزان CO2 بعد اون همه یکیش تو میانبر، یکیش تو غلاف، اینه که کلا تو میانبر. اکسیژن با چه مولکولی ترکیب میشود؟ در حالی که میزان CO2 برکم و میزان اکسیژن زیاد باشه، اکسیژن با ریبولاز 20 فسفات. این فرآیند با مصرف اکسیژن آزاد شدن CO2 همراه فوتسن چه نامیده میشه؟ تنفس نوری. علاوه بر سبزینه ها چه رنگیزهای دیگری در غشا هست؟ کارتنوئید. میگه منبع تامین الکترون در باکتری گوگردی چه نام دارد؟ H2S. هر آنتن گیرنده چه قسمت های پروتئین کلروفیل آ، کلروفیل ب، کارتنوئید. دو مورد از عوامل محیطی موثر، دما، نور، سرنوشت قندهای سه کربن در چرخه کالوین چه میشود؟ میگیم قندهای سه کربن دو تاش میره واسه ساخت گلوکوز مواد عالی، دیگر بقیه‌اش میره واسه بازسازی ریبولاز 20 فسفات. این یکی که شب و روز داره چیه؟ CAM. بیشترین رنگیزه در سبزینه کدومه؟ کلروفیل ها. در فتوسنتز برای این انرژی الکترونای برانگیخته در رنگیزه آنتنا چه اتفاقی میفته؟ خودشو میرسونه به کلروفیل آی مرکز واکنش. تجزیه نوری آب در فتوسیستم 2 موجب تجمع پروتون در کدام بخش میشه؟ درون تیلاکوئید. در گیاهان سی ام چرخه کالوین در چه موقعی از شبانه روزه؟ چرخه کالوین کلا روز. چرا باکتری گوگردی کربن دی اکسید رو جذب میکنه و اکسیژن تولید میکنه؟ چون منبع تامین الکترونشون H2S. شاید من باشم کاری کنم. بد گفت. خب از نفرسه خودش ببینید. چه خبر بچه ها؟ خوبین؟ با 100 نفر شروع کردیم، با 40 نفر داریم تمام میکنم. فرار کردم. الان هفته هاشم دوباره میذارم. آقا آیدی کانال تلگرام و اینستام هم میذارم. اینستام فالو کن دیگه، اونجا هواداری بکنین. رضا آندرلاین جی اچ دی، اینم کانال تلگرامی مونه. بریم واسه معلماتون هم تعریف کنین که جنبندی امتحان نهایی یعنی چی. برای بچه محلاتون تعریف کنین جنبندی امتحان نهایی یعنی چی. اولین بار بود اومدی سر کلاسمون، خوش اومدی. فردا بعد امتحان خبرشو بدین چی کار کردین. علی محمدی بپرس. علی محمدی میخوام همون که سال سم میپرسه از اون موقع. به خدا اگه بگه امتحان 231 اصلا میگم ویدیو رو نذارن تو آپارات. شاید نگران آرت. اصلا ولی کلاس گیرم. چجوری من تمام من برای شما نباشین این کلاس که به درد نمیخوره، شما باشین که این کلاس پیش بره دیگه. این وجود تک تکتون برام ارزشمند میشه. باشین میرم خونتون دیگه. مخلصم. آپارات یوتیوب بذارین درآمد داشته باشه. بابا درآمد ولمون کن. آپاراتم فکر می‌کنم تا هفته 8 شب آپلود بشه. اصلا آرتای وجود نداره مثل اینکه علی محمدی خودش آرتا بوده. ایموشنال دمیج. خدایا فردا این جمعیت رو 20 بگردان. آمین. خدایا همین جمعیت و رتبه های کنکورشون رو خوب بگردان. الهی آمین. خدایا اگر این جمع رتبهشون خوب نشد، از زیر تیغ خانواده هاشون به سالمی در بگردان. الهی آمین. خدایا به عظمت و جلالت قسم، ایشالله که همگیتون یک نتیجه بسیار مناسب بگیرید. فصل 7-8 هم تو کانال گذاشتم دیگه، با موردم دیگه بس. و اینکه من هنوز یه عالمه دیگه فکر کنم 6 زنگ 5 زنگ دیگه کلاس دارم و اصلا نمیدونم بعد براشون چی کار بکنم و مخم سوخته عملا. شما دیگه نگو از این حرفا. خب و خدمتتون عرض کنم که توی کانالم عضو بشید، همایش جنبندی
پیشبینی کنکور 1401 اونم از دست ندید. و اینکه اگر کسی درگیر جنبندی هستش میتونه گیوتین هم شرکت کنه. روز استش هنوز باقی مونده است، 6 فصل هم اونجا میخوایم بگیم. هزینهش چقدره؟ آخه همایش پیشبینی کنکور که هزینه نداره، دو تا کلاس رایگان میخوایم بذاریم بابا. اینجوری بخونیم واسه صداتون تا شب آبجوش بخورم نمیدونم دیگه نمیتونم گم. خلاصه که خدمتتون عرض کنم که دم تک تکتون گرم، دم مرامتون گرم. واقعا یک چند ساعت شده الان؟ 6 ساعت. 6 ساعت شده دیگه. خدمتتون عرض کنم که ان شاءالله همگیتون 20 بشید. ما جمع و جورش کردیم هم توی آپارات، فکر می‌کنم تا یکی دو ساعت دیگه ویدیوش قرار بگیره و اونا که آنلاین بودن آنلاین دیدن، نمونه سوالا هم همه رو حل کردیم. ان شاءالله هم فردا 20 شید. ویدیو پارسال 4 ساعت بود، امسال طولانی‌تر شد دیگه. امسال هم چون پارسال حذفیات داشت، خب حالا زودتر تموم شد. پاسخنامه و ویدیوها رو هم الان من برسم اون خونه اون بنده خدا همه رو می‌ذارم. خسته نباشید، دمتون گرم دیگه. تو دلیای خودم این، ان شاءالله فردا همتون 20 شیم. من تمام زورم رو تو این لحظه زدم که ان شاءالله نتیجه لازم و کافی رو بگیرید. یا علی.